هلند رو میشه با کلمات مختلفی توصیف کرد. سرزمین گلها و سرزمین آسیابهای بادی معروفترین لقبهای این کشور کوچیک اروپایی هستن. کشوری که در شمال غربی اروپا قرار داره و با بلژیک و آلمان مرز خاکی مشترک داره و از شمال هم به دریای شمال محدوده. هلند با جمعیتی نزدیک به 18 میلیون نفر 168مین کشور پرجمعیت جهانه. کشوری که حدود 20% مساحت اون از آب تشکیل شده و حدود 25% مساحت کل کشور هم از عقب نشینی و خشک کردن آب دریاچه ها به دست اومدن. راستش هلند اینقدر نکته عجیب و جالب داره که وسوسه میشیم درباره همه اونها صحبت کنیم. اما چون هدفمون تاریخ هلنده، سعی میکنیم زیاد به مطالب پراکنده نپردازیم و راجبشون صحبت نکنیم. با این وجود بهتر اول کمی هلند امروزی رو بشناسیم و بعد ببینیم چطور شد که هلند تبدیل به هلند امروزی شد و چه مسیری رو این کشور طی کرد تا به کشور آسیابهای بادی مشهور شد. بهتره صحبت از هلند رو با اسمش شروع کنیم. کشوری که ما بهش میگیم هلند، اما اسم رسمی اون پادشاهی ندرلندزه. ندرلند هم یعنی سرزمین‌های پست. وقتی میگیم پست، منظورمون واقعا پسته. یعنی سطح زمین توی بیشتر مناطق این کشور پایین‌تر از سطح آب‌های آزاده. در واقع 60% این سرزمین پایین‌تر از سطح دریا قرار دارن. مرتفع‌ترین نقطه این کشور توی سرزمین اصلی که توی اروپا قرار داره فقط 322 متر ارتفاع داره. در واقع میشه گفت که کوهی ندارن. گرچه خودشون به اینا میگن کوه، ولی عملا تپه‌های بیش نیستن. با این اوصاف طبیعتاً این کشور با سرزمین‌های به این پستی باید زیر آب‌ها قرار داشته باشه و بیشتر زمین‌هاش ته آب غرق باشن. اما می‌بینیم که هلند با همین شرایطی که داره تبدیل به یکی از بزرگترین تولید کننده ها و صادر کننده های محصولات کشاورزی شده. اون هم با عقب روندن آب دریا. همین خشک کردن دریا یا به عبارت عقب روندن آب دریا هم یکی از کارهای بزرگیه که هلندی‌ها در طول تاریخ یاد گرفتن و بارها اونو انجام دادن و همیشه هم با قدرت طبیعت و دریا دست به یقه هستن. اونا به این زمین‌های خشک شده پلدر میگن. شیوه خشک کردن زمین هم به این صورت بوده که پله پله آبها رو عقب می بردن. یعنی یک سد می ساختن و با کمک آسیابهای بادی و کمک گرفتن از قدرت باد آب رو به پشت این سد می بردن و باز دوباره همین کار رو یک بار دیگه انجام می دادن و پله پله آب رو عقب می روندن. کاری که صدها سال انجامش دادن و امروزه هم هنوز در حال انجام این کار هستن. فقط توی این دوره به جای آسیاب‌های بادی از پمپ‌های قوی برقی استفاده میشه. اما اگه یه زمانی تلمبه‌های عظیم و پمپ‌های اونجا از کار بیفتن، این سرزمین‌ها دوباره خیلی زود به همون باتلاق‌های پیش از دوران مسیح تبدیل میشن و آب دوباره پیشروی میکنه و زمین‌های خودش رو پس میگیره. پس این نبرد دریا و هلندی‌ها همیشه ادامه داشته و ادامه هم خواهد داشت. درباره این موضوع یک جمله معروفی هم هست که میگه خدا همه دنیا رو ساخت و هلندی ها هم هلند رو ساختن. جغرافی این کشور پر از جذابیت ها و زیبایی هاست. از مجموع جزایر اطراف این کشور بگیرید تا خلیج های کم عمق و رودخانه های پر آب و جنگل های این کشور. اما وقتی درباره کوه‌ها و مرتفع‌ترین نقاط این کشور تحقیق کنید به دو تا عدد می‌رسید. یک عدد همون 322 متر بود که در موردش صحبت کردیم و عدد بعدی میشه 887 متر. والزبرگ یا همون کوه 322 متری در مینلند یا سرزمین اصلی قرار گرفته، یعنی همون بخش اروپایی این پادشاهی. اما کوه سینری یا 887 متری یک آتشفشان فعاله که در جزیره سابا در دریای کارائیب قرار گرفته. یعنی جزیره سابا در دریای کارائیب بخشی از پادشاهی هلنده. ولی بجز این جزیره دو تا جزیره دیگه هم توی همون منطقه قرار دارن که جزء پادشاهی هلند هستن و یه جورایی یادگاری هایی از دوران استعمار و کشورگشایی هلندی هستن. در واقع اگه بخوام دقیق تر بگم، پادشاهی هلند عملاً از 4 بخش
یا 4 کشور جدا تشکیل شده که 3 تای اونها در دریای کارائیب و یکی در اروپاست. آروبا، سن مارتین و کوراساو در دریای کارائیب و خود هلند هم در اروپا قرار داره. با این وجود این مناطقی که از هلند موندن خیلی کمتر از اون چیزی که امپراتوری هلند در قرن 17 تا 19 بهش رسیده بود. اونا در دوران اوجشون به همه جای دنیا سرک کشیده بودن و خیلی از نقاط دنیا رو تحت تسلط خودشون داشتن که درباره این مسائل صحبت میکنیم. اما حالا برسیم به این نکته که چرا ما بهش میگیم هلند و انگلیسی ها بهش میگن نیدرلند. نکته که همیشه واسه هم سوال بوده، مثل آلمانی که ما بهش میگیم آلمان و بقیه بهش میگن جرمنی، یا مصری که ما بهش میگیم مصر و یه عده دیگه بهش میگن ایجپت، یا درباره مغرب و مراکش و خلاصه چند تا کشور دیگه. درباره اون کشورها توی قسمت‌های مربوط به خودشون صحبت می‌کنیم، اما درباره هلند گفتیم که نام اصلی یا رسمی این کشور نیدرلند به معنی سرزمین‌های پسته. اما خیلی از کشورها و ما ایرانی‌ها بهش میگیم هلند. در واقع هلند اسم 2 تا ایالت یا استان در سواحل غربی این کشوره. هلند شمالی و هلند جنوبی استان‌های غربی این کشورن و از اونجایی که هر دوتاشون نقش مهمی در تاریخ این کشور داشتن، خیلی‌ها کل کشور رو به اسم هلند که میشه بخشی از این کشور میشناسن. البته هلند یک ایالت دیگه هم به اسم زیلند داره که این اسم رو فعلا توی ذهنتون داشته باشید تا بعداً درباره اون هم صحبت کنیم. راستش نمیخوایم در مورد تاریخ کامل هلند صحبت کنیم، اما میخوایم این نکته رو بررسی کنیم که هلندی ها چطور تونستن در قرن 17 و 18 بر دنیا حکومت کنند. که برای فهمیدن داستان صعود و افول امپراتوری هلند باید کمی از تاریخ هلند و همزمان کمی از تاریخ اروپا رو هم بدونیم. امپراتوری اسپانیا در قرن 15 و 16 میلادی یکی از وسیع ترین امپراتوری های دنیا رو داشته که بعداً باید به طور جداگانه درباره خود این امپراتوری صحبت کنیم. اما بهتره در همین حد بدونیم که این امپراتوری مستعمراتی در قاره آمریکا و جنوب شرق آسیا داشته که درآمد بسیار زیادی رو هم از اونها به دست می آورد. این اسپانیایی ثروتمند با پولی که از بردهداری و تجارت به دست آورده بود، نیروی دریایی بسیار قدرتمندی رو می‌سازه که توی جنگ‌ها از اون نیروی دریایی قدرتمند خودش استفاده می‌کنه. در همین قرن 16 هم بود که هلند در نهایت قربانی یکی از همین جنگ‌ها میشه و به خاطر یک ازدواج بخشی از امپراتوری اسپانیا میشه. تا اواخر قرن 16 میلادی سرزمین‌های هلند هابسبورگ یا هابسبورگ نیدرلند و هلند اسپانیا تحت فرمان امپراتوری اسپانیا بودند. امپراتوری اسپانیا کاتولیک بود و مردم پروتستان هلند هم از این امپراتوری ناراضی شده بودند. اعتراضات از سال 1568 شروع میشه و مردم این مناطق کم کم علیه پادشاه اسپانیا قیام می‌کنند. واسه اینکه سالها رو بهتر درک کنیم، در اون موقع توی ایران شاه طهماسب صفوی حکومت میکرد و درگیری های بین عثمانی ها و صفوی ها همچنان وجود داشت. پس وقتی ایران تو شرایط تقریبا باثباتی بود، هلندی ها تازه داشتن در برابر اسپانیا شورش میکردن و رهبر این انقلاب رو هم شخصی به اسم ویلم خاموش به عهده داشت. این قیام در 17 ایالت هلند علیه فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا انجام شد که به جنگ استقلال هلند هم شهرت پیدا میکنه. درباره این نارضایتی هلندی ها از اسپانیایی ها دلایل زیادی وجود داشت که یکیش رو گفتیم، بحث مذهب بود. پادشاه اسپانیا تلاش کرده بود تا از طریق ایجاد تفتیش عقاید با مذهب پروتستان مبارزه کنه و مناسب بالا رو هم فقط به اسپانیایی ها داده بود و مالیات سنگینی هم که از مردم منطقه می گرفت همه دست به دست هم دادن تا مردم هلند در مقابل اسپانیا متحد بشن. طی جنگ های اسپانیا دوباره تونست تا بر بیشتر مناطق شورش مسلط بشه، ولی ایالات شمالی به رهبری ویلم خاموش مقاومت کردند و در نهایت در سال 1581 جمهوری هلند یا داچ ریپابلیک رو تأسیس می‌کنند. داچ ریپابلیک. اما بقیه مناطق همچنان با اسپانیا در جنگ بودند.
این جنگ ها که به جنگ های 80 ساله شهرت پیدا میکنن، بالاخره در سال 1648 با امضای پیمان صلح مونستر بین جمهوری هلند و اسپانیا پایان پیدا میکنن. طبق این معاهده امپراتوری اسپانیا استقلال جمهوری هلند رو بالاخره به رسمیت میشناسه و به جنگ های 80 ساله پایان میده. اگه خاطرتون باشه ما قبلا درباره پیمان وستفالی و جنگ های 30 ساله در اروپای مرکزی صحبت کرده بودیم. جنگ هایی که بین سالهای 1618 تا 1648 برای تثبیت قدرت ها و مرزبندی های جدید در اروپای مرکزی رخ داده بودند. جنگ هایی که درگیری های بین کاتولیک ها و پروتستان ها هم بود و در نهایت با پیمان وستفالی تو سال 1648 تموم شدند. حالا این پیمان صلح مونستر هم که گفتیم بین اسپانیا و هلند امضا شد، عملا بخش از پیمان وستفالی به حساب میاد. این معاهده نقطه عطفی در تاریخ هلند محسوب میشه و دیگه بعد از اون جمهوری هلند رسما به یک کشور مستقل تقسیم میشه و دیگه بخشی از امپراتوری مقدس روم هم نیست. این جنگ‌های طولانی و در نهایت استقلال هلند پیش‌زمینه‌ای برای ایجاد امپراتوری استعماری هلند میشه که می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم. گفتیم که در قرن‌های 15 و 16 اسپانیا و پرتغال امپراتوری‌هایی بودند که با کشتی‌هایی که داشتن تونسته بودن سرزمین‌های زیادی رو تصرف کنن. هلندی ها هم که از اسپانیا مستقل شده بودند تلاش کردند تا راه پرتغال و اسپانیا رو پیش بگیرن و بتونن در سرتاسر دنیا کلونی هایی رو برای خودشون داشته باشن. پس اونا هم با مهارت کشتی سازی و کشتیرانی که داشتن سفرهای اکتشافی رو انجام دادن. اما شیوه اصلی اونها استفاده از مستعمراتی بود که قبلا پرتغالی ها و اسپانیایی ها اونجاها رو کشف کرده بودن. هلند در اون سالها تبدیل به یک قطب بازرگانی شده بود و تاجران هلندی تونسته بودن تجارت خودشون رو در سرتاسر دنیا گسترش بدن. درست وقتی که مستعمرات اسپانیا و پرتغال دچار آشوب شده بودن و بازار اروپا دچار کمبود مواد شده بود، هلند تصمیم میگیره برای برطرف کردن نیازهای خودش از جمله شکر و ادویه‌جات مستقل عمل کنه. پس تاجرین هلندی یه شرکت بازرگانی بین المللی به اسم کمپانی هند شرقی هلند رو در سال 1602 تأسیس میکنن که نزدیک به دو قرن سیاستهای هلند رو در مناطق مختلف دنیا پیاده میکرد. حواستون هست که گفتیم هلندی ها تو سال 1581 از اسپانیا مستقل میشن و جمهوری هلند رو متشکل از ایالات شمالی میسازن، ولی جنگ هاشون با اسپانیا سال 1648 تموم میشه. این وسط بازرگان های هلندی هم که شغلشون تجارت دریایی بود اغلب به خاطر جنگ ضررهای زیادی کرده بودن. در واقع درآمد تاجرین هلندی اینجوری تأمین میشد که بازرگان های پرتغالی که مستعمرات زیادی رو توی آسیا داشتن ادویه و محصولات رو از آسیا تا لیسبون پرتغال می آوردن و بعد هلندی ها این ادویه ها رو از لیسبون می خریدن و در سرتاسر اروپا پخش می کردن و اینجوری درآمد زیادی رو به دست می آوردن. اما از سال 1580 پرتغال و اسپانیا متحد میشن و چون اسپانیا با هلند دشمن بوده اجازه تجارت به هلندی ها رو نمیده و این قضیه ضربه بزرگی رو به اقتصاد هلند میزنه. تاجرین هلندی هم دیدن هیچ راهی ندارن به جز این که خودشون بخوان قاره آفریقا رو دور بزنن و به شرق برن و شبکه تجاری خودشون رو راه بندازن. اوایل به صورت پراکنده تلاشای انجام شد. بازرگانا از شهرهای مختلف شرکت‌های مختلفی رو توی هلند و کمپانی‌هایی رو تأسیس کردن و این کشتی‌ها سفرهای سختی رو به سمت شرق و آسیا داشتن که بعضی از اونها موفق می‌شدن و وقتی اون کشتی‌هایی که موفق شده بودن به هلند برمیگشتن مقدار زیادی ادویه به همراه خودشون داشتن، اما خیلی از اونها هم موفق نمی‌شدن. بین سال‌های 1595 تا 1601 تقریبا 65 کشتی به این سفر طولانی رفتن که از هر 10 کشتی یک کشتی اصلا برنگشت و اونهایی هم که میتونستن برگردن با یک سوم خدمه برگشتن. خلاصه شرایط سختی بود. بازرگان‌های هلندی که توی این سفرهای پرخطر تجارب زیادی به دست آورده بودند،
بالاخره تصمیم میگیرن تا رقابت بین خودشونو کنار بذارن و کار گروهی انجام بدن. اونا فهمیده بودن در دورانی که پرتغالی ها و انگلیسی ها و اسپانیایی ها دارن امپراتوری خودشونو گسترش میدن نمیشه به تنهایی موفق شد. پس در سال 1602 6 تا کمپانی حمل و نقل مختلف هلندی متحد میشن و یک کمپانی بزرگ و قدرتمند رو میسازن، یعنی همون کمپانی هند شرقی هلند که مخفف اون میشد VOC. این کمپانی تنها امید هلندی ها برای راه انداختن موتور اقتصادی کشور و مقابله با اسپانیا بود. به خاطر همین قدرت زیادی به اون اعطا میشه، قدرت انحصار تجارت، آموزش ارتش خودش، مذاکره و اعلان جنگ، اشغال سرزمین و حتی اجرای بردهداری بخش از قدرت‌هایی بودند که به این کمپانی داده شده بود. با این همه قدرت، این کمپانی برای جمع‌آوری اولیه سرمایه مورد نیاز خودش کاری میکنه که تا اون موقع سابقه نداشت. اونا میان سهام شرکتشون رو میفروشن و خیلی از ثروتمندان هلند میومدن توی این شرکت سرمایه گذاری میکردن به امید کسب سود در آینده. به این ترتیب این کمپانی خیلی زود راه میفته و از جنگ بین اسپانیا و انگلستان نهایت سود رو میبره و مستعمرات پرتغال در آسیا رو از چنگش در میاره. اونا در سال 1611 باتاویا یا همون جاکارتای اندونزی امروزی رو تصرف میکنن. محلی ها رو قتل عام میکنن و با خشونت و بردهداری شروع میکنن به پرورش و تجارت ادویه در سواحل اونجا. جزیره جاوا رو به عنوان مرکز فرماندهی انتخاب میکنن و از اونجا در سرتاسر شرق آسیا پخش میشن. حتی پای اونها به ژاپن هم باز میشه. ژاپنی که قبلا در مورد تاریخش صحبت کردیم و میدونیم که اون موقع مرزهاش رو به روی خارجی ها بسته بود. اما هلندی ها تونسته بودن اجازه تجارت با ژاپنی ها رو توی یک جزیره کوچیک به دست بیارن. درباره هلند این نکته رو هم بهتره بگیم که اینطوری نبود که کاشفای هلند فقط به مستعمرات پرتغال و اسپانیا حمله کنن. اونا سرزمین‌های جدیدی رو هم کشف کردن که اسمشون رو نیو هلند و نیو زیلند گذاشتن. هلند و زیلند هم که گفتیم ایالات مهمی در سرزمین‌های اصلی هلند در اروپا بودن. پس اسم کشور نیوزلند که امروزه هم هنوز به این اسم معروفه از روی ایالت هلندی گرفته شده. اما نیو هلندی که اون موقع کشف کردن استرالیای امروزیه که اسمش بعداً تغییر میکنه. با این حال هلندی ها بیکار ننشستن و تا آمریکای شمالی هم رفتن و شهر نیو آمستردام رو به عنوان مستعمره جدید خودشون اونجا تأسیس کردن. مستعمره‌ای که بعدها در جنگ با انگلستان از دست دادن و انگلیسی ها نام این شهر رو به نیویورک تغییر دادن. یعنی نام سابق نیویورک نیو آمستردام بود. آمستردام هم که میدونید پایتخت هلنده. کمپانی هند شرقی هلند سالها انحصار تجارت بین دماغه امیدنیک در آفریقای جنوبی و تنگه ماجلان در آمریکای جنوبی رو در دست داشت و هر جایی که میرفت قلعه هایی رو هم میساخت که اقتدار خودش رو نشون بده و بتونه از منافع هلند دفاع کنه. درگیری های بریتانیا و فرانسه به هلند این فرصت رو میداد تا نفوذ خودش رو در آسیا مخصوصا اندونزی، جاوه و مالزی بیشتر کنه. اونا مستعمراتی رو در مالاگا ساختن و پایگاه‌های نظامی تجاری رو هم توی هند تأسیس کردند و حتی امتیاز تجارت و عبور از تنگه هرمز و بندر عباس رو هم در خلیج فارس از شاهان صفوی گرفتن. خلاصه این کمپانی سود بسیار زیادی رو نصیب هلند میکنه، سودی که بعد از استقلال کامل در سال 1648 بیشتر برای آبادانی هلند سرمایه گذاری شد. هلندی ها تونستن با این پول ها آب دریا رو عقب برونن و پروژه های بزرگ خشک کردن دریا و گرفتن زمین از دریا رو راه بندازن. با نگاهی به نقشه های جغرافیای هلند میشه متوجه شد که هلندی ها چقدر تونستن توی این کار موفق باشن و چقدر از زمین ها رو از دریا بگیرن. قرن 17 در هلند دوره‌ای بود که سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هنر به اوج شکوفایی خودش میرسه. به خاطر همین این دوره رو دوران طلایی هلند میگن.
گرچه اواخر قرن 16 و اوایل قرن 18 رو هم توی دوران طلایی ذکر میکنن، ولی اصل اون همون سالهای قرن 17 همه. اسپینوزا فیلسوف مشهور هلندی و رامبرانت نقاش معروف هلندی از اشخاص برجسته دوران طلایی هستند. البته این قرن همش هم طلایی نبود و همش هم پر از موفقیت نبود. در واقع این قدرت واسه شون دردسرهایی رو هم داشت. اونا توی این سالها جنگهایی با فرانسه و انگلیس داشتن، جنگهایی که پیروزی ها و شکست هایی رو برای طرفین داشت. اما واسه اینکه دلایل این جنگ ها رو بهتر بدونیم و بهتر متوجه بشیم، بهتره دوباره کمی به عقبتر برگردیم و زمینه اونها رو بررسی کنیم. توی سالهای اولیه تولد جمهوری هلند، انگلستان طرف هلندی ها رو گرفت و با اسپانیا که ناوگان دریایی گفتیم بسیار قدرتمندی داشت درگیر شد. اون هم به خاطر اینکه بتونه به کشتی های پر از طلای اسپانیایی ها که از مستعمرات آمریکای جنوبی خودشون به دست آورده بودن حمله کنه و طلاهای اونها رو هم بدزده. به خاطر همین انگلستان هم روی کشتیرانیش سرمایه گذاری میکنه و نیروی دریایی قوی رو میسازه. اما در آینده با قدرت گرفتن هلند و نیروی دریاییش، کم کم انگلستان نگران مستعمرات خودش میشه و برای کشتیهای بازرگانی هلند محدودیت‌های زیادی رو قرار میده. گسترش هلند در آسیا، آمریکا و آفریقا در تضاد با منافع انگلیسی‌ها میشه که در نهایت در قرن 18 4 تا جنگ بین این دوتا کشور رخ میده که اثرات زیادی رو هم بر هر دو طرف میذاره. و هر دو طرف پیروزی هایی رو به دست میارن و شکست هایی رو هم متحمل میشن. اما در نهایت و بعد از کلی کشمکش، کمپانی هند شرقی در سال 1784 از بریتانیا شکست میخوره. هلند که گفتیم قبلا هم مستعمرات خودش در آمریکای شمالی رو به بریتانیا باخته بود، با این شکست ها عملا شبکه تجاریش در اندونزی ضعیف و در نهایت تخریب میشه. اما جمهوری هلند به حیات خودش ادامه میده تا سال 1795 که جمهوری تازه تأسیس فرانسه بعد از اون حوادث انقلاب فرانسه به جمهوری هلند حمله میکنه و اونو کاملا اشغالش میکنه. بعد از این حملات کمپانی هند شرقی هلند دیگه نمیتونه سرپا بمونه و بالاخره تو سال 1799 رسما ورشکست میشه و کمپانی که تقریبا دو قرن بر دنیا حکومت میکرد و سود زیادی رو نصیب هلندی ها کرده بود از بین میره. کمپانی که میگن بزرگترین کمپانی تجاری دنیا محسوب میشد. بعد از ورشکست شدن این کمپانی و از بین رفتن تجارت ادویه، هلند موقعیت خودش رو به عنوان قدرت بزرگ جهانی از دست میده. گرچه هنوز هم مستعمراتی رو در دنیا داشت، اما هلند دیگه دوران طلایی خودش رو پشت سر گذاشته بود و رفته رفته از قدرتش کمتر میشد. با از بین رفتن جمهوری هلند و بعد از ناپلئون، نظام پادشاهی مشروطه در هلند روی کار میاد که هنوز هم همین نظام در هلند پا برجاست. ویلم الکساندر فعلا پادشاه هلنده. هلندی که گفتیم جز سرزمین اصلی شامل 3 کشور مستقل دیگه در حوزه دریای کارائیبه. راستش هلند و تاریخش برای ما که خیلی خوب بود، یعنی خیلی جذاب بود و این ویدیو دریچه‌ای برای ورود بیشتر ما به تاریخ هلند بود. در آینده این نزدیک قصد داریم روابط هلند با ایران رو در دوران اوج قدرت هلند و مدارک باقی مونده از دوران صفوی با هلند رو بررسی و مرور کنیم. اما بهتر این نکته رو هم بگم که پیدا کردن منبع مکتوب فارسی برای تاریخ هلند کار واقعا سختیه. یعنی فکر میکنم کتابی به زبان فارسی که تاریخ هلند رو کامل شرح داده باشه وجود نداره، یا لااقل ما نتونستیم پیدا کنیم. به همین خاطر برای تهیه این ویدیو مجبور شدیم از سایت‌های انگلیسی کمک بگیریم و برای اولین بار تقریباً 70% مطالب رو از منابعی غیر از کتاب و مقاله استفاده کردیم. با این حال امیدوارم محتوا کم اشتباه بوده باشه تا شرمنده شما دوستان عزیز نشیم. لطفاً نظرتون رو درباره محتوا و پیشنهاداتتون رو برای موضوعات جدید واسمون توی بخش نظرات بنویسید. من حمید هستم و شما کانال دروازه تاریخ رو تماشا کردید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.